به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک امرالله صالحی، جلسه 6:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 22 جدی مطابق به 11 جنوری 2021 با رئیس تصدی محافظت آمک و عضو جلسات 6:30 است در ارتباط به شهادت زیابدان و همکارانش صحبت مفصل نمودیم. خوشبختانه دریور موصوف زنده است و حرفهای او می تواند ما را در دستیابی به سرنخ کمک نماید. برای خانواده زیابدان شهید عرض تسلیت دارم. ودان شهید روایت باطل طالب را به زبان پشتو نقد می کرد و زیر سوال می برد و ایستادگی قلمی و مدنی او در توصیف و مسخ شدن روایت طالب نقش مهم داشت. 3 نفر دیروز در کابل در حوادث جنایی کشته شدند. پلیس با اشراف بر حالت موضوع را زیر تحقیق قرار داده است. کشته شدن مرتضی نام در چهارراهی قنبر ربط به تشنج درون گروهک های جرم پیشه در شهر کابل دارد. میزان جرایم عمده در کابل به صورت قابل ملاحظه پایان آمده و چه بسا ساحات جرمزا که قبلا برای مردم ساحات خطرناک و ممنوع شده بود آرام است و مجرمین فرارین و یا سرکوب شدن. استیلای سرکوب را در سخنهای بعدی برای تان توضیح خواهیم داد. اسامی طوفان که به جرم حمله بالای وکیل مردم تخار دستگیر گردیده است، یکی از اولین جنایت پیشگانی بود که مردم او را تصویر نموده بودند. اسم او شامل اولین فهرست های نشر شده در چوکات میثاق امنیتی بود. دستگیری او نشان می دهد که فهرست جرم پیشه ها موثق و قابل اقدام است. از مردم شریف کابل باز هم خواهش می کنیم که همکاری خود را با پلیس زیاد سازند. ما حاضر هستیم که فهرست جرم پیشه های فراری و تحت پیگرد را در اختیار مردم به صورت مجانی قرار بدهیم. شما می توانید این فهرست را از هر حوزه پلیس و امنیت ملی به دست آورید. تشهیر این چهره و انداختن آن در چنگال قانون آرامش روانی و فیزیکی در شهر تکیم می بخشد. با دولت خیش همکاری نمایید. سربازان پلیس که به خاطر شمولیت زنان بستهایشان تنقیض گردید و آنها بیکار شدند، دوباره جذب صفوف پلیس در کابل می گردند. مطمئن باشید انشالله در ظرف کمتر از 1 هفته این معضله حل می گردد. جلسه در ارگ در ارتباط به مقرره وضع جریمه بر تخلفات ساختمانی دایر گردید. از اینکه شمار از پرسش های فهرست شده مقام ریاست جمهوری پاسخ نیافته، لذا ارجای این مقرره به کابینه به مدت 10 روز به تأخیر افتاد. در این 10 روز نهادهای شریک در ساختن این مقرره باید به مسائل مطروحه پاسخ ارائه نمایند، مانند ساحه بندی پایتخت از دید زلزله و جیولوژی، تثبیت بلند منزل ها در ساعات تاریخی و تعریف ساعات تاریخی، ساختمان های بزرگ در دیدانا، قلعه موسا و قلعه زمانخان و یا ده‌ها منطقه دیگر کابل که به اصطلاح غیر پلانی هستند و در آنجا زیر ساخت وجود ندارد چگونه مجوز داده می شود. جریمه بر ساختمان های بدقواره، لبلبوگونه، ساختمان هایی که ده‌ها و صدها خانواده را در یک تعمیر جا دادند ولی مسجد و سالن مجلس و یا مارکت کوچک در آن وجود ندارد. تعریف فضا از منزل اول الی چهارم، از چهارم الی هشتم و از 8 به بالا. آزمایش خاک و لابراتوارهای معتبر برای آزمایش خاک، تهکوی، معزله پارکینگ و ده ها سوال معقول و مرتبط بعضی از اشتراک کننده های جلسه اعتقاد داشتند که ابعاد حقوقی و تکنیکی را از هم جدا ساخت. نظر مقام ریاست جمهوری این بود که اگر مسائل تکنیکی را شامل مقرره نسازیم، مجوزها بدون معیارهای تکنیکی صادر خواهد شد و کابل بدقواره‌تر از امروز می شود. تا اکنون ما توانستیم نزدیک به 500 بلند منزل را در شهر کابل موقعیت یابی، عکاسی و از دید جریمه و تخلف تخمین نماییم. این دوسیه ها یک دید تقریبی برای چه باید کرد ارائه می دهد. البته آنچه انجام یافته است ممکن اصلاح شدنی نباشد، اما حیاتی است. بلند منزل هایی که اکنون ساخته شده اند باید تصدیق مقاومت بر زلزله را به دست دارند و ما به عنوان دولت بتوانیم دین و مسئولیت خیش را در برابر مردم ادا کنیم. مثال های زیادی در دنیا از رشد بیرویه شهرها که بعداً دچار فاجعه شدند وجود دارد. امید است که به حرف انجینیران گوش دهید نباشی ها. امید است صبر کنید و نسازید. اگر می سازید آماده پرداخت کمرشکن باشید.
و نقل از اشد صبح، اعضای هیئت مذاکره کننده و چالش و وفاداری بغنی و عبدالله. در همه دنیا تیم‌های مذاکره کننده در واقع دیپلماتان برجسته هستند که به نمایندگی از نظام سیاسی مطبوع خود برای حفظ منافع شهروندی رایزنی می‌کنند. اما تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در حال راهی قطر می‌شود که انبوهی از اختلاف نظرها در میان نمایندگان حوزه جمهوریت بر سر نظام سیاسی آینده و حاکمیت پس از صلح آینده ناروشنی را برای این گفتگوها رقم زده است. به صورت بسیار واضح در میان تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان چند دستگی سیاسی دیده می شود و مشخص شده است که نه در درون چتر کلان به نام جمهوریت اجماع سیاسی وجود دارد و نه هم در میان اعضای تیم مذاکره کننده سال. این دو دستگی ها در هفته های اخیر بیش از هر زمان دیگر به صورت واضح خودش را نشان داده است. شمار از اعضای تیم مذاکره کننده وفادار به ارگ ریاست جمهوری، مشتاق تطبیق دستور عملهای رئیس جمهور، طرفدار بقای نظام سیاسی موجود و حاکمیت فعلی و شمار دیگر وفادار به سپیدار، مشتاق اعمال دستورهای رئیس شورای عالی مصالحه و ایجاد حکومت موقتاً. به صورت واضح تر اعضای نزدیک به رئیس جمهور تلاش دارند تا جریان مذاکرات را زیر کنترل داشته باشند. و شبه توافق صلح با حکمتیار با طالبان نیز توافقی صورت گیرد که در آن طالبان نه تنها وارد نظام بلکه وارد اداره حکومتی شوند. شماری دیگر از اعضای هیئت مذاکره کننده اما نظر متفاوتی دارند. آنها کسانی هستند که میگویند طرفدار حفظ چارچوب کلان جمهوریتند. اما با این تفاوت که یک سلسله تعدیلات در قانون اساسی انجام شود و حاکمیت به سمت دوره گذار برود. با توجه به تجربه 5 سال حکومت و وحدت ملی و توافق نامه سیاسی که میان غنی و عبدالله امضا شده است، بروز افزایش چنین اختلافهایی در جریان مذاکره با طالبان دور از انتظار نیست و صاحب نظران زیاد از افزایش اختلاف نظرهایی از این دست ابراز نگرانی کردند. در واقع دیدگاه های تازه شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان پرده از عمق اختلاف نظرها میان اعضای این تیم برداشته است. اختلاف نظرهایی که پیش از بازگشت حیات و مذاکره کننده جمهوریت کمتر تبارز یافته بود، عبدالحفیظ منصور میگوید که راهی به جز عبور به سمت حکومت موقت نیست. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.